سلام بر شما، به خبر 8 صبح خوش آمدید. شدیدترین حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با دست کم 30 بمباران، 37 مرکز درمانی در جنوب لبنان تعطیل شدند. نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر: حزب الله از بین رفتنی نیست. در حملات هوایی صهیونیست ها به مسجد محل اسکان آوارگان در غزه هم دست کم 21 فلسطینی شهید شد. راهپیمایی حامیان فلسطین در شهرهای مختلف جهان: یکی از معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی همزمان با تجمع در اطراف کاخ سفید خود سوزی کرد. و لیگ برتر فوتبال: سرخابی های پایتخت حریفان خود را شکست دادند. سپاهان برد و صدر نشین شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه انشاءالله. با مشروع خبرهای این ساعت ما رو همراهی بفرمایید. ادامه حملات جنون‌آمیز صهیونیست ها به جنوب لبنان. زاهیه جنوبی بیروت دست کم 30 بار هدف حملات هوایی قرار گرفته. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هواپیماهای جنگی با استان جبل در غرب لبنان 2 نفر شهید و 18 نفر زخمی شدند. در شهر القصیر در غرب سوریه نزدیک مرز لبنان هم یک خودرو هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. برخی رسانه‌ها هم از وقوع انفجارهای مهیب در داخل خاک سوریه در مثلث مرزی با اردن و فلسطین اشغالی و پرواز جنگنده‌ها بر فراز این منطقه خبر دادند. اما رژیم صهیونیستی دیشب مناطق مختلف بیروت را هدف حملات شدید خود قرار داد. برای دریافت جزئیات و اطلاعات بیشتر هم اکنون همراه میشیم با همکارم مستقر در بیروت، آقای حسینی همراه ما هستند. آقای حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. در مورد جزئیات حملات جدید رژیم اشغالگر به بیروت برای ما و بینندگان بفرمایید لطفا. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، زاهیه جنوبی بیروت دیشب و صبح امروز شاهد شدیدترین حملات هوایی رژیم صهیونیستی بود در محله ها و مناطق مختلف زاهیه جنوبی بیروت. تا حدود 4:30 صبح به وقت محلی ما شاهد انفجارهای متعدد و حملات هوایی بودیم که در هر بار از این 30 باری که من میگم چندین بمب به سمت مناطق مسکونی در محله‌های مختلف زاهیه جنوبی بیروت انداخته شد و بخشی از این بمب‌ها بمب‌های حدود 1 تنی حاوی اورانیوم هست که تاثیرات زیست محیطی بسیار خطرناکی داره و یکی از آثار بلند مدت اون ایجاد سرطان در میان آدم‌ها میباشه. اطراف فرودگاه بیروت دیشب بار دیگر مورد حمله قرار گرفت و بخشی از برق فرودگاه قطع شد. جاده ارتباطی فرودگاه بیروت به داخل شهر هم در که از زاهیه جنوبی بیروت میگذره هم مورد حمله قرار گرفت. دود سیاهی الان آسمان زاهیه رو کاملا پوشانده. در این حال جنگنده های رژیم صهیونیستی از ورود گروه های امدادی به داخل زاهیه جلوگیری میکنن. هر بار که گروه های امداد و نجات میخوان وارد زاهیه بشن به سمت اماکنی که مورد حمله هوایی قرار گرفته حرکت بکنن مورد هدف قرار میگیرن. محله های برج البراجنه، حارت هوریک، جاموس، سفر، المرایجه، لیلکی، شویفات، القبیری و جاده فرودگاه بیشترین حملات بود. ده ها ساختمان در این حملات کاملا منهدم شد و خسارات بسیار شدیدی به مراکز تجاری و مسکونی در این منطقه وارد آمد و خب این حملات شبانه باعث میشه که مناطق بسیاری در اطراف بیروت هم تا صبح عملا نخوابن، جایی که
مورد حمله قرار میگیره مستقیم، اما نزدیک زاهیه هست و موج انفجارهای شدید باعث میشه که مردم اصلا خواب راحت هم نداشته باشن. اما یه خبر هم دارم از جنوب لبنان، رزمندگان حزب الله با هدفگیری تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک صهیونیست نشین مناره با موشک و سلاح‌های خمپراندوز تعداد زیادی از اونها رو به هلاکت رسوندن و یا زخمی کردند که بالگردهای رژیم صهیونیستی از حدود 3 ساعت پیش در حال انتقال زخمی ها به کشته های این عملیات حزب الله به سمت بیمارستان های شهر حیفا هستند در شمال فلسطین اشغالی. خیلی ممنونم از شما آقای سید محمد حسن حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در بیروت. انشاءالله در بخش های بعدی خبر جزئیات و اطلاعات بیشتر از تحولات لبنان و به خصوص بیروت رو از شما دریافت خواهیم کرد. اما مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد بامداد امروز رزمندگان حزب الله در چند نوبت مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک صهیونیست نشین المناره و اطراف آن هدف حمله گسترده و مستقیم موشکی قرار دادند. مجاهدان مقاومت اسلامی همچنین یگانی از نظامیان صهیونیست را هنگام تلاش برای نفوذ به منطقه بلیدا هدف حمله توپخانه‌ای قرار دادند و آنها را مجبور به عقب نشینی کرده و تلفات قطعی به آنها وارد کردند. پایگاه شمشون رژیم صهیونیستی، در واقع همون مرکز فرماندهی و یگان پشتیبانی منطقه‌ای ارتش اشغالگر و محل استقرار افسران و نظامیان، از دیگر اهدافی بود که رزمندگان حزب الله با دسته از پهپادهای انفجاری هدف قرار دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از شلیک دست کم 60 موشک از جنوب لبنان به یک شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی و به صدا در آمدن آژیر خطر در این شهرک خبر دادند. خبرها از هدف قرار گرفتن مرکز پلیس این شهرک حکایت دارد. حزب الله به قوت خود باقی است. نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر در گفتگو با کانال 12 این رژیم گفت حزب الله به قوت خود باقی است و امروز صدها موشک به سمت شمال شلیک کرده است. ایهود اولمرت با اشاره به اینکه در این جنگ بهایی میپردازیم که از سخن گفتن درباره بخشی از آن خودداری میکنیم گفت نیمی از اسرائیل در پناهگاه‌ها نشستند و شهرک نشینان شمال باز نگشتند و باز نخواهند گشت. رژیم صهیونیستی دیشب در غزه هم جنایت دیگری مرتکب شد. شماره شهدای حمله صهیونیست‌ها به مسجد شهدای الاقصا در شهر دیرالبلح غزه به 21 نفر افزایش یافت. این مسجد محل اسکان آوارگان غزه بوده است. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصا این جنایت صهیونیست‌ها را هولناک توصیف کرد. مدرسه محل اسکان آوارگان ابن رشد در منطقه الزوایده در مرکز نوار غزه هم هدف حمله هوایی رژیم اشغالگر قرار گرفت که بر اثر آن شماری زخمی شدند. در حملات هوایی چند ساعت اخیر رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه نیز بیش از 30 فلسطینی شهید، حدود 150 تن زخمی و 10 نفر مفقود شدند و زیر آوار هستند. گروه‌های فلسطینی در نخستین سالگرد طوفان الاقصا با صدور بیانیه اعلام کردند حال مقاومت خوب است و همه جبهه‌ها در هماهنگی عالی و پیوسته در حال مبارزه با اشغالگران هستند. این گروه‌ها تأکید کردند مقاومت با ایستادگی خود طرح‌های اشغالگران و نقشه‌های نابودی هویت و موجودیت فلسطینی‌ها را ناکام گذاشت و همچنان مانع از موفقیت اشغالگران خواهد شد. گروه‌های فلسطینی اعلام کردند طوفان الاقصا موجب ایجاد تحول راهبری در مقابله با رژیم صهیونیستی شد و حقیقت این رژیم را برای همه جهانیان آشکار کرد. گروه‌های فلسطینی در بخش دیگری از بیانیه خود بر شروط مقاومت برای آتش بس تاکید و اعلام کردند برقراری آتش بس فقط با پذیرش مطالبه‌های ملت فلسطین، یعنی توقف جنگ، خروج کامل از غزه،
بازگشایی گذرگاه‌ها، لغو محاصره غزه، بازسازی این باریکه و توافق تبادل اسرا امکان پذیر است. گروه های فلسطینی از مردم فلسطین و همه جبهه ها خواستند مقاومت همه جانبه به ویژه مقاومت مسلحانه را علیه رژیم صهیونیستی تشدید کنند و به طور گسترده و عملیات طوفان الاقصی ملحق شود. وزیر امور خارجه در سفر به سوریه بار دیگر بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت در هر شرایطی تاکید کرد. آقای عراقچی همچنین با مقام‌های ارشد سوری و نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی دیدار کرد. در حالی که منطقه شاهد جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی به ویژه در لبنان است، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله از سفر منطقه‌ای خود به سوریه سفر کرد. هدف من از سفر به دمشق ادامه رایزنی‌ها نسبت به تحولات منطقه است. من خب در بیروت رایزنی‌های بسیار مهمی رو داشتیم با مقامات دولت لبنان و سایر عزیزان. بحث‌های خوبی اونجا شد، ادامه‌اش رو برای مشورت‌های بیشتر و رایزنی‌های بیشتر در دمشق انجام خواهیم داد با دولت سوریه. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان برنامه کاری خود را در دمشق با دیدار رئیس جمهور سوریه آغاز کرد. بشار اسد در این دیدار گفت در حمله موشکی ایران دشمن صهیونیستی چنان درسی از اقتدار مقاومت گرفت که هرگز فراموش نخواهد کرد. در سایه این پاسخ ایران، حمله محور مقاومت قدرت بازدارنده خود را به رخ دشمن صهیونیستی کشاند. سفر بنده به بیروت و دمشق یک پیام بیشتر نداره و آن این که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی در کنار مقاومت بوده، هست و خواهد. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان با شماری از مقامات ارشد سوریه از جمله نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در این دیدارها راهکارهای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در لبنان و نیز کمک رسانی و حمایت از مردم مظلوم این کشور بررسی شد. یستبطن الكثير من الرسائل. پیام این سفر این است که دشمن صهیونیستی باید از جنایت و کشتار مردم در لبنان و غزه دست بردارد. تحقق این امر هم نیازمند تلاش جمعی جامعه جهانی است. دیدار با رهبران و نمایندگان گروه‌های مبارزه فلسطینی برای بررسی آخرین تحولات در نوار غزه و کرانه باختری پایان بخش سفر وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه بود. سفر وزیر امور خارجه کشورمان به سوریه در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات وحشیانه‌ای در لبنان و غزه می‌شود. وضعیتی است که نیازمند هماهنگی بیش از پیش تهران و دمشق است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق. چند خبر دیگر. ساعت آغاز به کار اداره ها از امروز در کلان شهرها به روال قبل بازگشت. ساعت آغاز به کار در دو هفته ابتدایی سال تحصیلی با هدف مدیریت ترافیک از ساعت 7 تا 9 صبح شناور شده بود. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد این ساعت از امروز یک شنبه در تهران به روال سابق، یعنی از ساعت 6 و نیم صبح تا 9 شناور است. در دیگر استانها به تشخیص استانداری خواهد بود. خب رسیدیم به ساعت 8:14 بامداد و بررسی وضعیت جوی کشور با حضور کارشناس سازمان هواشناسی با این مقدمه که سامانه بارشی امروز در شرق کشور فعال شده. هواشناسی با بیان این خبر اعلام کرده در شبانه روز گذشته دمای هوا در اردبیل به زیر صفر رسید. امروز سرکار خانم ساناز جعفری همراه ما هستند. خانم جعفری به شما سلام میکنم. جزئیات بیشتر از وضعیت جوی کشور رو از زبان شما میشنویم. متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما سرکار خانم میرسانه عزیز و همچنین بینندگان محترم این بخش خبری.
در 24 ساعت گذشته سردترین نقطه کشور اردبیل بوده با حداقل دمای 2 درجه زیر صفر و گرمترین نقطه هم کنگان در استان بوشهر با حداکثر دمای 42 درجه گزارش شد. بین مراکز استان‌ها هم اهواز با حداکثر دمای 38 درجه گرمترین مرکز استان بوده. در حال حاضر در بخشی از شرق کشور به ویژه در مناطقی از استان خراسان جنوبی بارش باران گزارش شده. پیش بینی می‌کنیم که بارش برای امروز در بخشی شرقی کشور داشته باشیم. در خراسان جنوبی، بخشای جنوبی خراسان رضوی و حتی بخشای از خراسان شمالی هم پیش بینی می‌کنیم که برای امروز بارندگی، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو داشته باشیم. به سبب شدت بارش‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای بخشای از شرق کشور به ویژه در خراسان جنوبی صادر شده. انتظار داریم که به سبب شدت بارش‌ها احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فتلی رو در این مناطق داشته باشیم. همچنین در بخشایی از شرق، شمال شرق و مناطقی از مرکز کشور برای 24 ساعت آینده گاهی افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت که وزش باد شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق بشه. به تدریج از میزان بارش ها در بخشای شمالی کشور کاسته میشه. جو نسبتاً آرامی رو در بخشای شمالی کشور خواهیم داشت. روند افزایش دما در این مناطق پیش بینی میشه. برای فردا در قالب مناطق کشور جو نسبتاً آرامی رو خواهیم داشت، اما در بخشی از جنوب شرق کشور، مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان و بخشی شرقی استان هرمزگان انتظار داریم که رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. برای تهران هم انتظار داریم که در 24 ساعت آینده گاهی افزایش ابر رو داشته باشیم. احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق به در ارتفاعات استان تهران هم وجود داره. دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات بین 25 و 15 درجه در نوسان خواهد بود. از همراهیتون سپاسگزارم. ادامه خبرها و خانم میرسان. خیلی ممنونم از شما سکر خانم جعفری، باتون خداحافظی میکنیم. اما گلایه خانواده‌های صاحب فرزند از اجرای نادرست قانون جوانی جمعیت در ایران جوان رصد و از مسئولان مربوطه پیگیری میشه. این هفته از پاسخ به مطالبات شهروندان مازندرانی تا بررسی خلأ قانونی در حوزه سقط جنین. سلام. ایران جوان این هفته رو با توضیحات یک مدیر کل در پاسخ به گلایه هفته پیشمون شروع میکنیم. در پاسخ به صحبت‌های این شهروند بابلسری، آقای راشاسازیس استان ساری، که ناامید از مسئولان استانیشون در واگذاری زمین‌های وعده داده شده جوانی جمعیت شده بود. ما به خاطر اینکه بتوانیم این عقب ماندگی‌ها رو جبران بکنیم، مدیر کل راه و شهرسازی مازندران دلیل عقب افتادن از قانون و واگذاری زمین به تنها 14% از متقاضیان رو کمبود زمین‌های غیر کشاورزی دونست. اراضی‌ها اکثرا اراضی درجه 1 و 2 کشاورزی هستند. بس شهرک‌سازی در اطراف استانشون برای حل این کمبود خبر داد. 5 تا شهرک رو در استان پیشبینی کردیم. و اما بابلسری ها، زمینی 15000 متری براشون تامین شده که مارز پیدا کرده. باید منتظر بمونن تا مشکلش حل بشه. به محض اینکه مشکلات و موانعش مرتفع بشه، ما در اولین فرصت این واگذاری رو انجام میدیم. سقط یا قتل جنین، جرمی که سالانه بلای جون 300 تا 500 هزار جنین سالم در کشورمون میشه، اما با مسببان اون برخوردهایی که در قانون پیش بینی شده نمیشه. یک بانده 6 نفری سخت جنین شبیه به این گروه سخت جنین که هفته گذشته در لحظه ارتکاب جرم در بیرجند دستگیر شد، در گوشه و کنار کشور کم نیستند. قانون خوشبختانه اینو دیده، یعنی گفته اولا این حکم کسی که اقدام میکنه یا آلات حتی سخت رو فراهم میکنه، یعنی از اقدامی هم نکرده، در حوزه پزشکی باید پروانش ابطال بشه. منتها هنوز این متأسفانه توسط قوه قضاییه اتفاق نه، این حکم خیلی بازدارنده است. دادستانی هم از مردم خواسته به محض شناسایی مراکز غیرقانونی سقط جنین در محلشون این موضوع رو گزارش کنند. اعلان بشه به دادستانی، به دادسراهای ما تحت تعقیب قرار میگیرن. الان بعد شما من صدش. گزارش‌های مردمی رسیده به ایران جوان اما میگه از تعقیب تا دستگیری این گروه‌ها یک خلأ قانونی وجود داره. سختگیری‌های قانونی هست. قانون میگه دستگیری تنها در لحظه ارتکاب جرم امکان پذیره. باعث میشه که در مرحله اثبات جرم با چالش‌های زیادی مواجه بشن. در ایران جوان پیگیر این موضوع از دادستانی خواهیم بود.
مادران ایرانی حاضر در میادین و سکوهای ورزشی باید به عنوان الگو هم به جامعه ایرانی معرفی بشن و هم به سایر کشورها. کمتر پیش میاد مثل ساره جوانمردی که با بچهش در واقع بیاد بر ما مدال بگیره. اینو باید الگو بکنیم. این اولین اظهار نظر وزیر ورزش و جوانان در حمایت از نقش‌های مادران است. مادر عکاسی که بچهشو در واقع با خودش میاره توی میدان ورزشی عکاسی میکنه، روزی حلال در میاره، مراقبت از بچهش هم میکنه، اینا ارزش‌های ماست. اینا رو بایستی به جامعه منتقل کنیم، به دنیا منتقل کنیم. پیشتر هم وزیر از این مادر عکاس قدردانی کرده بود. من 6 نوه دارم، 8 دختر. آقای وزیر داشتن 6 نوه دختر رو هم دلیل محبت خدا به خودش دونست. زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. یک سال پس از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، شهروندان سراسر اروپا و دیگر کشورهای جهان در حمایت از فلسطینیان دست به تظاهرات گسترده زدند. همزمان با نخستین سالگرد عملیات طوفان الاقصا، ده‌ها هزار تن از معترضان ضد جنگ و حامیان فلسطین در روم، پایتخت ایتالیا و دیگر شهرهای اروپایی تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان شدند که پلیس ایتالیا با شلیک گاز اشک‌آور و خودروهای آبپاش تلاش کرد تظاهرات کنندگان را متفرق کند. تظاهرات کنندگان با حمل پرچم فلسطین و سردادن شعار خواستار توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی شدند. در لندن نیز هزاران نفر در اعتراض به همدستی انگلیس با جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان شعار سردادند. در این تظاهرات نیروهای امنیتی انگلیس دست کم 15 نفر را بازداشت کردند. در شهر هامبورگ در شمال آلمان صدها نفر در تظاهرات مسالمت آمیز حضور پیدا کردند. بسیاری از تظاهرات کنندگان پرچم‌های فلسطین و لبنان را در دست داشتند و شعار می‌دادند نسل‌کشی را متوقف کنید. در فرانسه نیز چندین هزار نفر برای ابراز همبستگی با ملت فلسطین و لبنان در گردهمایی مسالمت آمیز در پاریس حضور به هم رساندند. تظاهرات کنندگان خواستار توقف نسل‌کشی در فلسطین و لبنان شدند. راهپیمایان در واشنگتن و دیگر کشورهای جهان از جمله در دانمارک، سوئیس، آفریقای جنوبی و هند نیز تظاهرات کردند. در فیلیپین ده‌ها تن از حامیان فلسطین در نزدیکی سفارت آمریکا در مانیل تظاهرات کردند. یکی از معترضان به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان همزمان با تجمعی که اطراف کاخ سفید برگزار شده بود خودسوزی کرد. المناسبه الان كما تشاهد هناك امدادات اخرى من الاجهزه الامنيه وهي حاله من الفوضى الان حقيقه امام. رسانه‌ها از واشنگتن گزارش دادند فردی که خودسوزی کرده بود قبل از آنکه خود را با آتش بکشد با ابراز خشم از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوز به لبنان شعار می‌داد فلسطین را آزاد کنید. ماموران پلیس آمریکا با برقراری تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید مانع نزدیک شدن خبرنگاران شدند. اما رئیس جمهور فرانسه مدعی شد پاریس تحویل تسلیحات را به رژیم صهیونیستی متوقف کرده است. امانوئل مکرون بدون محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس گفت اولویت در غزه و لبنان بازگشت به یک راه حل سیاسی و توقف تحویل سلاح برای جنگ در غزه است.
وی گفت فرانسه دیگر به اسرائیل سلاح نمی‌دهد. رئیس جمهور فرانسه از رژیم صهیونیستی بابت نپذیرفتن پیشنهاد پاریس برای آتش بس در لبنان انتقاد کرد و گفت صدای فرانسه شنیده نمی‌شود. مکرون گفته به نفع اسرائیل است که با توقف جنگ موافقت کند، چرا که جنگ غزه و لبنان به شکلی هولناک نفرت از اسرائیل را در منطقه افزایش می‌دهد. در هفته‌های اخیر دولت فرانسه با انتقاد شدید محافل حقوق بشری درباره ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی مواجه شده است. ماه گذشته نخست وزیر انگلیس هم گفته بود این کشور 30 مجوز صادرات سلاح به اسرائیل از مجموع 350 مجوز را لغو کرده است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به بمباران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی لبنان درباره وضع بهداشت و درمان در این کشور هشدار داد. در جنوب لبنان 37 مرکز بهداشتی تعطیل شدند، در حالی که در بیروت 3 بیمارستان به طور کامل مجبور به تخلیه کارکنان و بیماران خود شدند و 2 بیمارستان دیگر نیز به طور جزئی تخلیه شدند. بسیاری از کارکنان بهداشت و درمان به علت بمباران امکان حضور در محل کار خود را نیافتند. و اما امروز یک شنبه 15 مهر 2 ربیع الثانی و 6 اکتبر است. اذان ظهر ساعت 11:52 دقیقه و اذان مغرب هم در ساعت 17:59 دقیقه خواهد بود. از توجه و همراهیتان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر.